میده تا تغییر دهم آنچه را که میتوانم تغییر دهم، بینش ده تا تفاوت این دو را بدانم، مرا فهم ده تا توقع نداشته باشم که دنیا و مردم آن به میل من رفتار کنند. من اگر تلخم گاه اگر شیرین، من اگر زشتم گاه اگر زیبا، اگرم در هستی گاه در نیستیم، من اگر دیوانه اگر هوشیارم، تو مرا ببخش و به خود وا مگذار، اگر رد میکنی رد کن، به جز درگاه تو جایی ندارم، به جز درگاه تو راهی ندارم، به جز تو با کسی کاری ندارم. عزیزای من، گلای من، سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. با مینا مددی هستم با برنامه علمی عبادی قدرت پنهان. البته بعد یه میتینگ طولانی 3.5 ساعت داریم با شما صحبت میکنیم. اگه احیانا بین صحبت کردنامون یه مقداری کم انرژی بودن منو امروز حس کردین، زیاد تعجب نکنین. انشالله با شما عزیزا صحبت میکنیم و دوباره انرژیمون تازه میشه. بله، 3.5 ساعت عزیزای من یه کنفرانسی بود که اونجا بودیم. البته ماشاءالله هزار ماشاءالله این عزیزای ما مگه سوال کردناشون تموم میشه؟ انشالله که موفق باشن، انشالله که خوشحالیم که انقدر عزیزانمون همیت میدن. و جای این هستش که از عزیزانی که اومده بودن امروز برای کنفرانس قدردانی و سپاسگزاری کنیم. و عزیز یه عده گلای ما سورپرایزمون کرده بودن و از این تلمبه‌های بزرگ که گلاب میپاشن تمام فضا رو پر از گلاب کرده بودن، باز از اون عزیزا هم قدردانی و سپاسگزاری میکنیم و امیدوارم که خدای مهربان پروردگار بهترینا رو تو زندگی هاشون بهشون هدیه کنه. نازنینای من، خدا رو شکر میکنیم بین کسانی که امروز اومده بودن تو کنفرانس یه دونه از عزیزا کسی بود که برای 27 سال نازنینم عزیزم گم شده بود و مادر در این که بله همش میبوسیدش و گریه میکرد و تونتون به من میگفت مینا تو فکر نکنی ناراحتم، اینو عشق خوشحالی. الهی من فدای اون عشقاتون بشم. البته اسم قشنگ خودشونم مروارید بود، خانم مروارید، و انشاءالله که موفق و معین باشن. خدا رو شکر میکنیم، سپاسگزاریم که یه مادر بعد 27 سال نازنینم فرزندش رو پیدا میکنه. بله، عرض کردم خدمتشون، گفتم خانم مروارید متوجه هستم بعد 27 سال فرزندتو دیدی. خدا رو شکر میکنیم، سپاسگزاریم از نور الهی. و حالا برای شما عزیزای من، نازنینای من، عنوان میکنیم که اصلا جریان این خانم مرواری که فرزندش رو برای 27 سال ندیده بود اصلا مسئله چی بود، چه جوری بوده. نازنینای من، فرزند 27 سال پیش به دلایلی، حالا شاید هیچ کدومون بیخبر نیستیم، از کشور خواسته اومده بیرون و این چنین بوده که گویا با یه خانم استرالیایی ازدواج میکنه و گویا اون موقع انگار انقدر امکانات درست نبوده که بتونن سریع با هم تماس بگیرن و اینا، و گویا فقط با مادر دوبار تماس میگیره و بله میگه حالم خوبه و رسیدم و هستم و با یه خانمی هم ازدواج کردم. مادر عزیز فقط میدونست با یه خانم خارجی عروس کرده. آخه خارجی کدوم خارجی؟ مال کدوم ملیته؟ اسمش چی بود؟ و نازنینای من، مادر نمیدونست که فرزند عزیزش، بعد وقتی اقدام کرده بود که واقعا فرزندمو برای مدت 27 سال ندیدم و خیلی برامون تعجب بود، گفتیم مگه میشه فرزند شما خودش هم با شما تماس نگرفته؟ و ایشون میفرمودن نه نه، آدرس خونمون عوض شده، نه به اصطلاح شمار تلفنمون همونه و تمام بستگان فامیلا هم شاید خیلی هاشون خونه هاشون عوض شده ولی خیلی هاشون شماره ها همونه، مثل خونه عمو دایی و این نوع مسائل، و هیچ اطلاعی از فرزندم نداریم.
به سفارت خونه های کشورهای مختلف اسم فرزندش رو داده بود. نازنینای من متاسفانه هیچ خبری نتونسته بود بگیره. این چنین بود که برای دیدار اومده بودن، تشریف فرما شده بودن اینجا و دست به دامن نور الهی شدن، دست به دامن لطف پروردگار شدن و فرمودن که خانم مروارید، گفتن میخوام، آمادگی اینو دارم، ناراحت نمیشم تا حتی اگر فرزندم از بین رفته، لطف بفرمایینو فقط منو از این بلا تکلیفی در بیارین. و طبیعتاً براش عبادت 3 ساعته بعد میشد، آینه بعد تهیه میشد. نازنینای من بله عبادت شد و خدا رو شکر میکنیم، سپاسگزاریم که بله. البته عرض کنم خدمتتون حدود 11 روز پیش بود این عبادت و اینی که فرزندشو عرض میکنم خدمتتون، حالا چه جوری بود که برای چند روز نمیتونستن بیارنش اینجا؟ به این دلیل که همون خانمی که باهاش ازدواج کرده بود نازنینای من گویا آلوده، یعنی جزو کسانی بود که متاسفانه گرفتارای مواد مخدر بود و این برادر عزیزمون که واقعا میشه گفتش انسان میتونه بهش بگه جزو کسانی که واقعا از بیگناهی خودش داره میگه، من برای 27 سال البته 26 سال و نیم در زندان بوده نازنینای من، میگه نزدیک 27 سال زندگی جوونی من در زندان گذشت بیگناه بیدلیل. و امروزه خدا رو شکر میکنم، سپاسگزارم از نور الهی که باز هم مادر، که مادر از هر چیزی میتونه بگذره به خاطر اینکه فرزندش رو به دست بیاره. خدا رو شکر میکنیم. البته میدونیم که هنوزم دور عزیزا هستن، عزیزانی که از مسجد هستن میدونیم که دور برشون هستن و دارن به خانم مروارید و برادر عزیزمون، البته اسمشون رو عوض کردن، عرض کنم خدمتتون اسمشو، خانومش اسمشو گذاشته جک، البته اونم که عرض کنم چه خانومی متاسفانه، اسمشو گذاشته جک ولی اسم اصلیش نازنینای من حسنه. انشاءالله که خدای مهربان، چه اسم قشنگ و زیبایی هم خودش داره نازنینای من. خدا رو شکر میکنیم، سپاسگزاریم که امروزه برادر عزیزمون حسن کنار مادر گرامیشه و مادر میدونیم که داره خیلی عشق میریزه ولی همش هم داره به من میگه مینا این عشق خوشحالیه، ناراحت نشیا، الهی شکر، 100,000 مرتبه شکر، عیدی تو گرفتی نازنینم. انشاءالله که خدای مهربان پروردگار کمک همه شما یک به یکتون باشه. امیدوارم هیچ کدومتون گم شده نداشته باشین نازنینای من، ولی انسان میتونه درک کنه کسی که گم شده داره چقدر بلا تکلیفه. راستی نمیتونه مادر، خواهر، خانومش، شوهرش هرگز نمیتونن باور کنن که مثال شاید از این دنیا رفتن. ولی نازنینای من چشم براهی خیلی درده، میشه گفتش که دردناکی. خدا رو شکر میکنیم، سپاسگزاریم از نور الهی و برادر عزیزمون توی 26 سال و نیم در زندان بودن آسون نیست نازنینای من. امیدوارم که هیچ کدوم شما عزیزا تجربه زندان نداشته باشین، ولی نازنینای من همینو در نظر بگیریم. میگیم مثال، میریم توی اتاق، مثال به ما میگن که از این اتاق تا 2 ساعت نمیتونی بیای بیرون، خونه خودمون، شما در نظر بگیرین چقدر میتونه برامون سخت باشه. حالا خدا اون روزو نیاره، پروردگار کمک عزیزانمون باشه که شما در نظر بگیرید یک جا زندانی باشی و مقامات و تمام کسا به دید، عرض کنیم اجازه بدین نگیم اصلا به چه دیدی بهت نگاه کنن. خوشحالیم از این که حسن کنار مادرشه و سپاسگزاریم از نور الهی، از لطف پروردگار که عزیزای من چنین عیدی رو، خانم مرواری میفرماین که این هم عیدی، عید قدیر و عید قربان منه، انشاءالله که مبارکت باشه عزیزم. خدا رو شکر میکنیم و خطی بگیریم و از شما عزیزا که یه دست زنگ زده بودن گویا به استودیو و گفته بودن که آیا هنوزم مسجد برنامه هست یا نه، نازنینای من تا ساعت 5:30 بعد از ظهر بله هنوز برنامه هست، میتونین تشریف ببرین و نوش جان کنین، غذاهای خوشمزم هستش، انشاءالله که موفق و معین باشین. و ممکنه عزیزانمون الان شاید در ایران، شاید در سراسر دنیا دارن ما رو گوش میکنن، شاید متوجه نشن که ما مثال میگیم تا چند ساعت دیگه، تقریبا تا 2 ساعت و نیم دیگه نازنینای من، 2 ساعت و نیم 3 ساعت دیگه بله هنوزم برنامه هستش که خانم مروری و آقای حسن در مسجد هست. انشاءالله که موفق و معین باشین، خطی بگیریم، با شما عزیزا باشیم و انشاءالله که ببینیم شما کدوماتون برای عید قدیر آماده شدی. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم.
سلام خدمت خواهر عزیزم. سلام برادر گرامی، حالتون چطور؟ الهی. ممنونم، سپاسگزارم از لطفتون. سلامت باشید خواهر باشی. عزیزم جانم. از کشور عزیزم ایران زنگ میزنم. کشور عزیزم ایران؟ بله، به چه اسمی؟ خواهر عزیزم، بله بفرمایید. شعری دارم در وصف مولایم علی علیه السلام. بفرمایید. به مناسبت عید قدیر و بله. تشکر از برنامه علمی عبادی قدرت پنهان اگر اجازه هست. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید، صدا میکنم. به نام خدا. بله. یا علی، بستم با خدا عهدی برای شکر و قدردانی به برکت هفت نور الهی، در ازای هر دعای 20 دقیقه ای بخوانم دعای ناد علی. به حرمت حروف ابجد نامش، به حرمت حروف ابجد نامش 110 بار بگویم یا مظهر العجائب یا علی، یا قاهر العدو یا والی الولی، یا مرتضی علی به حق لطف کل خفی بنازم به حکمت خدای ازلی، هر زمان باز کند در رحمتی. ببوسم دست سیده بنت مددی، اوست گلی از گلهای زهرا و علی، هرگاه دستش رود بالا برای دعای التماس کننده ای، یادم آید روز عید قدیر دست مولایم علی به دست علی. نبی فرمود من کنت مولا فهازا علیان مولا، هر که من مولای اویم مولای اوست علی. یا علی، یا علی، سپاسگزارم. نظر کنم روی زمین، گر بروم به آسمان تو را بجویم یا علی، تو را بخوانم یا علی. زنده باشی. به هر کلام به هر زبان، چه پیر باشم چه جوان، گدا شوم یا پادشاه، به هر مکان به هر زمان تو را بجویم یا علی، بله. تو را بخوانم یا علی. ممنونم از امید ناامیدان، ای پناه بی پناهان، دلم سامان ندارد به غیر از نام تو، درمان ندارد. تو که یار بی کسانی، تو که یار بی کسانی، بده بر گدا امانی، به من غریب و خسته بنما یک نگاهی. آمین. تو هرچه خوبی من بدم یا علی، یا علی. انشاءالله ما هم خوبیم با امید خدا. انشاءالله شما هم خوبیم عزیز من، جانم بفرم. تو هرچه خوبی من بدم یا علی، سوی تو رو آوردم یا علی، هر جا دری دیدم زدم یا علی، آخر به این در آمدم یا علی. ای آشنا با درد من یا علی، ای محرم اسرار من یا علی، در دلم عشق تو دارم یا علی، سرفرازم که تو سلطان منی، درون سینه ام عشق علی هست، به به. که تا روز قیامت هم همین است. آنان که عشقی از علی در دل ندارند، یقین دارم که سنگ در سینه دارند. ای همه هستی من بادا فدایت یا علی. آمین یا رب العالمین. یا علی، سپاسگزارم از لطفتون برادر عزیزم. سلامت باشید. ممنونم برادرم. از کشور عزیزم ایران زنگ زدیم، درسته؟ بله خواهر. کشور عزیزم ایران. بله، عبادت برای چی میخوان؟ عبادت برای دیگه چی نگفتم؟ معجزات نگفتم خواهر. نه، میپرسیم ازتون، نگران نباشید. شما لطف بفرمایید اسم بگید. سلامتی بگیم. و آرامش میخوام خواهر مهربان. بله، زنده باشین. اسم لطف بفرمایید. سیما نام مادر. بله. از معجزه هام لطف بفرمایید. ممنونم از لطفتون. چشم خواهر عزیزم، یه معجزه کوتاه میگم وقت برنامه رو نگیرم. از معجزات قدرت پنهان، آقای محمود افغان که از دو چشم روشندل بودن، به لطف خدای مهربان و دعای هفت نور الهی شفا پیدا کردن. الهی شکر، صد هزار مرتبه شد. البته عزیزای ایرانی خودمونم بسیار زیاد بودن برادرم. بله. اگر اجازه است بگم خواهرم. بفرمایید، خواهش میکنم. لطف بفرمایید جانم. بله خواهر عزیزم، ببخشید فیروزه خانم عزیز که از هر دو پا فلج بودن. بله. به لطف خداوند مهربان و دعای هفت نور الهی شفا پیدا کردن. باز هم الهی آمین. صد هزار مرتبه شکر. سلامتی و آرامش و پروردگار تو زندگی بهتون هدیه کنه.
خدا یارو نگهدارتون عزیزم. خدا حافظ بخواهر عزیزم باشه. زنده باشی. خدا حافظ عزیزم. جانم بفرمین. سلام عرض کردم. سلام مینای عزیزم. سلام نازنینم. حال شما خوبی نازنینم؟ جونم بفرمین. ممنونم. کشور عزیزمون ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. بله. عبادت میخوام برای آرش مادر سورنیا. بله. ام معجزه ها؟ منصر کوچولو بودن که در یک مدرسه استثنایی در آمریکا درس میخوندن. بله. من درس میخوندن که به لطف خدا و عبادت حق استاد عزیز شفا پیدا میکنه و وقتی به مدرسه میرن همه تعجب میکنن و سجده شکر به جا میآورن. زنده باشی عزیزم. دیگه چی میدونی نازنی؟ کاترین خانم بودن از فرانسه که بسیار زیبا بودن و که شخصی به صورتشون اسید پاشیده بود و اون سون شخص رو نمیتونستن ببینن که به لطف خدا و عبادت هفت افتاده از این شفا پیدا میکنه و میگه من در جایی که در توانم هست میخوام به ترکیه برم و برای ایرانیانی که مشکل مهاجرت دارن وکیل بگیرم. زنده باشی. مرسی عزیزم. عبادت برای چی میخوای نازنی؟ برای برکت گشایی. خدای مهربان برکت تو زندگی بهت هدیه کنه. خیلی همچین میشه گفتش که سریوسه انگار که از رویه نوشته داری میخونی. خیلی تون داری صحبت میکنی. نمینا عزیزم همه موجزه های بزرستم. از رو نوشته نمیخوندی؟ یواش به خودم بگو. نه باور کنی درست بگم بیشتر موجزه های بزرستم. نازنینم عزیزم دوران عیده دوست داریم باهاتون شوخی کنیم بخندیم. نازنینم من میدونم شما همیشه رو میاد. میتونم یه شعر وقتمتون کنم؟ جان؟ میتونم یه شعر وقتمتون بکنم؟ بفرمی. خواهش میکنم. بفرمی. آن روز که خاتم پیغمبران برد بالا دست یار مهربان. با انرژی بخون دیگه خانمم. شعرت با انرژی بخون. بعد شعرت شعرهایی هستش که تکراریه یا اینکه شعر خودت؟ نه تکرار نیم چون تکنم کنم درستش کردم. بفرمی جانم. بفرمی. آن روز که خاتم پیغمبران بر بالا دست یار مهربان بالید به خودش خدا که ویدر دارد آن شاه زمین شیر دلاور دارد مانند علی نخواهد آمد دیگر صد بار اگر که عبه ترک بردارد در روز قدیم. بله این داریمش باید خواهر گلم. خواهر گلم داریم اینو. ما ممنونیم ازت. زنده باشی. میدونم یکی دو بیتش بود ولی بقیهش رو تقریبا خودم یادت کردم. شما لطف بفرمین عزیزم نازنینم. اینه که خدا اینه کرده دروغ بگیم گناه داره نازنینم. بله میدونم اولش خودم گفته بودم ولی بیتای وسطش رو تمام اینا رو نازنینم اگه شعرهای خودم رو گوش کنی همینا رو خوندم عزیزم. الان تو این چند روزه تماما دارم شعرهای عید قدیر رو میخونم. همه رو خوندم نازنینه. زنده باشی. بله دوست بکش بود. خدا نگهدارت. اینجا نیستیم که خدایی نکرده با هم جر و بس کنیم نازنینه. شعرهایی که خودم میخونم اگه اونا رو دیگه مسابقه نیست که نازنینه. منی که فارسی سواد ندارم خیلی راحت همه تون میدونید نازنینه من. در نظر بگیر شعرها رو وقتی برام در میارن میخونم و اونایی که به قلبم میشینه البته بعضیاشو تغییرم میگم تغییرش هم میدیم نازنینم و میخونیمش نازنینم. پس دیگه شما عزیز که وقتی به ما همون شعرهای خودمو میخواین دوباره برام بخونین فکر نمیکنم این جزء کسای چیزی باشه که آدم بخواد برای مسابقه بذاره. ان شاء الله که برنامه علمی عبادی رو بشناسین و بدونید نازنینای من چقدر خوبه خواسته هامون از این برنامه علمی عبادی بشناسین. مثال شما در نظر بگیرین یه خانمی رو ما دیروز داشتیم به همون زنگ زده بود و حالا چه موقعی زنگ زده بود خانم عزیزای من میدونید از ساعت 10 شب تا 12 شب به وقت کشور عزیزم ایران من رو ار هستم اینجا میتونیم عبادت های 20 دقیقه رو انجام بدیم نازنینای من و البته من انجام نمیدم اینا رو بیننده های عزیزمون میدونن نازنینا و بله اون موقع خانم زنگ زده بود ساعت 12 شب ما اینجا بود زمانی که من میام اینجا ساعت 10 شب شما نازنینای من وقت کانادا ساعت 2:30 بعد از ظهر. البته اون موقعی که ساعتتون رو هنوز نبرده بودن به اصطلاح زمانش رو عقب نبرده بودن اون موقع ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت اینجا می آمدم رو ار. الان ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت کانادا من میام رو ار و ساعت 12 شبمون شما در نظر بگیرین خانمی زنگ زده و میگفتش که عبادت 20 دقیقه میخوام. عرض کردم براش گفتم عزیزم الان موقعه بود. بس برنامه کی شروع میشه؟ گفتم لطف بفرمین اگه برنامه رو نمیشناسی زنگ نزن بهش سعی کن دنبال کنی. بعد خیلی جالب بود خیلی ایشون یه جوک قشنگی برای ما گفتن اجازه بدید ما اینجا بگیم شما بخندیتون.
و ایشون فرمودن که میدونی من کیم؟ گفتم که عزیزم نه نمیدونم، علاقمندم نیستم بدونم. برگشتن گفتن که من بابام سفارتی. خیلی جالب بود برامون. اینم گذاشتیمش جزو جوکای سال. خب عزیزم نازنینم، اولا که من متاسفم از این که اگه تو واقعا بابات حالا سفارتی هم هست، اینم یه شغل فقط چیز مهمی نیستش. یا اینکه نازنینم شما در نظر بگیرید که تازه اگر تو بابات مقامی داشته باشه، اگه در شرایطی باشه، تو که این چنین بخوای زورگو باشی، وای به حال زمانی که مثال تو یه مقامی هم داری به دیگران چیکار میکنی. پس امیدوارم که شما بعضی چیزها رو در نظر بگیرین. انسانها نازنینای من انسانهایی نباشن که خدایی نکرده غرور یا به اصطلاح مال بتونه این چنینشون کنه که اون خصلت ظالمانهشون رو بیشتر و بیشتر روش بده. ما یه خانمی رو داشتیم نازنینای من، سرمایه گذاری کرد برای مسئله به اصطلاح شهر سوخته. وقتی استادای عزیز شخصیتش رو نگاه کردن، گفتن به این خانم یه کمی زمان بدید، چون این خانم وقتی به گنجینه دسترسی پیدا میکنه انسانیه که واقعا بسیار میتونه ظلم کنه نازنینای من. و واقعا دیدیم که این شخص شخصیتی داره که شما در نظر بگیریم، وای به روزی که گنجینم به دست بیاره و چه ظلمایی نخواهد کرد. و از این زمان از این خواستیم که در این زمان خودشو عوض کنه. شما در نظر بگیرید نازنینای من، اگر خدای مهربان پروردگار بهتون وقتی هم ثروت میده، وقتی هم که بهتون مقام میده، قبل از هر چیزی با خدای خودتون، با پروردگارتون در نظر بگیرید، بگید خداوند مهربانم، ای عزیزم. خیلی با زبان ساده ای با پروردگارت میتونی صحبت کنی عزیزم نازنینم، و ازش بخوا که قبل از هر چیزی، حالا یا مقام پولیه یا مقام شغلیه یا زیباییه یا هر چیزی، بگو پروردگارم قبل از هر چیزی به هم جنبش رو بده. که خدا اینه کرده نازنینای من، گل من، من متاسفانه حالا عرض کنیم خانمی رو در کشور عزیزم ایران، گویا در قلهک زندگی میکرد و خانمی اینجا اومد و میگفتش که من خیلی زخم زبون خوردم از یه خانمی که همسایه ما بود و دختر بسیار زیبایی بود. من اون زیبایی رو نداشتم، ولی هر روز میامد در عین این که دوست من بود میشست و با من به اصطلاح نمیدونم افاده میگین چی میگین از اونا بود و نمیدونم هم میشه زیباییش رو به رخ من میکشید و میگفت من که آیندم مشخصه، بهترین شغلا رو خواهم داشت، بهترین همسرا رو. و میگفت من تنها تکیهگاه همین بود که درس بخونم. درس خوندم و خودم تونستم اینجا برسونم، آسونم درس نخوندم، میشه گفت سخت درس خوندم از نظر مالی و تونستم. و اون فقط و فقط به خاطر زیباییش میگفت من که احتیاج ندارم، من خلاصه هر کسی رو که بخوام میاد با من ازدواج میکنه و اینا. متاسفانه نازنینای من، البته دوست عزیز داره صحبت میکنه، میگه که ما متوجه شدیم چند روز پیش، گویا میره پنجره خونهشون رو که با کسی داشته صحبت میکنه از اون بالا میفته و متاسفانه قطع نخواه میشه. و ایشون الان اینجا هستن، البته دوستشون اینجا هستن، و میگه که من چقدر متاثر شدم که این، البته با وجود که میگه شما در نظر بگیرین که چقدر، البته اسم گلش هم نیلوفره، خانمی که به اصطلاح زحمت کشه درس خونده ایزم خودشو به اینجا تونسته برسونه، و نیلوفر احساس ناراحتی میکرد، میگفت زمانی که من همسایش بودم بسیار منو بارها گریه انداخته بود، ولی من متاسفم از این که الان از پنجره از طبقه نمیدونم چهارم یا پنجم افتاده و قطع نخواه شد. نازنینای من شما در نظر بگیرین یک موقعی میبینی چیزی رو پروردگار به تو میده، انقدر متاسفانه دیگران رو اذیت میکنی، یه جوری ازت میگیره به آسونی. اینو باید قبول کنیم که خدای مهربان همیشه از پروردگار. اینو بخوایم بگیم هر چیزی که پروردگار به همون هدیه میکنی سپاسگزاری، ولی جنبشم به همون بده. این چنین نباشه که خدا اینه کرده حالا یه کسی قیافه بهتر داره بخواد به اون یکی قیافه نمیدونم عد و عطفار در بیاره، یا اینکه متاسفانه این کارا رو بکنه، یا تو مدارس همدیگر رو اذیت کنن، در محیط دانشگاه، در محیط کار،
در محیط همسایگی نازنینای من، ثروت هم همینطور، ثروت داری، اگر خدا اینو کرده در مقابل ثروتی که داری. ما خانمی رو براش به اصطلاح ثبت نام کرده بود که متاسفانه این خانم البته به گنجینش دسترسی پیدا کرد، شکر خدای مهربان. و یه مسئله ای رو که ما یک دفعه اینجا دیدیم، یعنی تمام مسجد وقتی ایشون اومدن تو مسجد همه برگشتن نگاش کردن. شما در نظر بگیرین چیکار کرده بود عزیزای من. یه خانمی که 50 و چند سالشه، بله، به گنجینه از شهر سوخته دسترسی پیدا کرده بود، با یه آقای ازدواج کرده بود که متاسفانه شما در نظر بگیرین عزیزای من، اینا درد اجتماعست که برای شما داریم عنوان میکنیم، با یه آقای ازدواج کرده بودن که این آقا فقط 26-27 سالشون بود و این واقعا چقدر زشته، چقدر عیبه نازنینای من. انسان وقتی بگه خب من ثروت رو دارم، حالا هر کاری دلم میخواد باش بکن، نه، چقدر خوب بود این خانم، خانمانه رفتار میکرد. این که میخواد ازدواج بکنه مسئله نیست، ولی عزیزم لااقل با یه کسی ازدواج میکرد که همسن سال خودش باشه. و چگونه ثروت، یعنی تنها چیزی که استادای عزیز فرمودن، گفتن انسان یک موقعی از این که به گنجینه اینها دسترسی پیدا میکنن، ماها احساس گناه میکنیم پیش خودمون. چگونه نازنینم؟ راستی یه خانم 50 و چند ساله وقتی با یه پسر 26-27 ساله میخواد ازدواج میکنه، نازنین من در اصل زندگی اون پسر 26-27 ساله میدونین این ازدواج نیست، این چیزیه که متاسفانه مثل اینکه شما یه دونه حیوان رو میگیرینش، بله، لیشش میکنین، هر طرفی میخوای با خودت میکشی. واقعا این یه عذابه. حالا یه موقعی متاسفانه این نوع مسائل انسان میبینه و واقعا احساس خجالت میکنه. احساس خجالت از این میکنیم نازنینای من که بعضی از عزیزانمون وقتی به گنجینه دسترسی پیدا میکنن، واقعا امیدوارم که از خدای مهربان، از پروردگار میخوایم که قبل از هر چیزی هم اون ارادهشو بهشون بده، اون مهر و محبتو قبل از گنجینه بهشون بده. نازنینای من، شما در نظر بگیرید که اینها، این متاسفانه این نوع حرکت ها رو داریم. یا شما در نظر بگیرید آقای تقی به گنجینه دسترسی پیدا کرد، شکر خدای مهربان، بله، کارخونه زد و خانومی هم اومد و گفت من عاشقتم و برگشت گفت نازنین دخترم تو مثل اولاد منی، مشکل چیه؟ و برگشت بود گفته بود برای من میخوام خونم رو مثال پیاف کنم، یعنی قرضی که دارم بپردازم. گفته بود بیا اینم برو هزینه خونت رو بپرداز، ولی سعی نکن این چنین باشی. بس عزیزای من، گلای من، این انسانای خوبم داری. بس خیلی مهمه، خیلی برامون، یعنی واقعا برای من احساس خجالت بود پیش استادای عزیزم که استاد عزیزم فرمودن وقتی انسان اینها رو متوجه میشه از حرکت عبادی که کرده، انگار تمام خستگی تو تنشون میمونه نازنینای من. پس ازتون خواهش میکنم، هر کدوماتون هستین که میخواین سرمایه گذاری کنین، حالا به دست آوردن الماس نازنینم، پس قبل از هر چیزی بشین با خودت فکر کن، بگو پروردگارم، خدای مهربانم، آیا من ارادهشو دارم؟ آیا با ثروتی که من به دست بیارم ظلم نمیکنم؟ آیا نمیرم که خدایی نکرده زندگی کسی دیگر رو خدایی نکرده خراب کنم؟ عزیزم نازنینم، وقتی شما سنی ازت رفته و میری با شخصی که هنوز تازه مثل یه درخت که تازه شکوفا شده اسیرش میکنی، اون هم زندگی اونو خراب کردن. انشالله که موفق و معین باشیم به این نوع مسائلم، واقعا لطف بفرمین و همیت بدین و انشاءالله ثروت هایی که به دستتون میاره به نفع احسن. یا عزیز دیگه ای رو داریم که بله به گنجینه دسترسی پیدا کرد، برای سرمایه گذاری برای الماس کرده بود و میگفتش که اطراف چابهار جاهایی هستش که هنوز مدرسه نیست اونجاها، یا جاهایی هستش که خونه ها به صورت گلیه و میگفت رفتم و برای اونها یه تیکه از الماسامو میگفت برای خودم فروختم، میگفت یه تیکه دیگه شو که مقدار بیشتری هم شد برای اونجا فروختم، رفتم و الان دارم پروژه‌ای رو دست گرفتم، البته خودش که نه، کسی رو که استخدام کرده، میگفت الان دارم پروژه‌ای رو دست میگیرن که مدرسه در مونگا
و بتونن این خونه های گلی رو بتونن از این خونه های لااقل سالم درست کنن که خونه آشپزخونه داشته باشه، خونه عزیزای من بهداشتی باشه، چند بچه، زن، خانم، آقا، پدر، مادر میخوان تو زندگی کنن. بس نازنینای من اینا رو هم داریم و جای این هستش که تا حتی میگه اسم منو نیارید، ولی نازنینای من اینا هستن که به ما قوت قلب میدن، اینا هستن که واقعا خستگیامونو از تنمون در میارن که وقتی به ثروت دسترسی پیدا میکنن چی کار میکنن. اینها هستن که در اصل میشه گفت به زبان خیلی ساده ای استادای عزیز میفرمایند اینها هستن که در بهشتو به روی خودشون و پدر مادرشون باز میکنن. واقعا انشالله شما عزیزانی که خیلیاتون زنگ میزنید و میگید که میخواییم سرمایه گذاری کنیم برای به دست آوردن الماس، خیلیاتون با مشکلات، همین برادر عزیزی که گفت اسممو نگیم، ما خیلی مواظبیم که اسمشو نگیم عزیزم، ولی بسیار سخت تونستن عزیزم خونهشو فروخت، خیلی حرکتهای قرض کرد و تونست سرمایه گذاری کنه برای به دست آوردن الماس. یه تیکش اول برای خودش، به گفته خودش یه تیکش اول برای خودم فروختم، برای خودم خونه و زندگی و زندگی بهتر درست کردم برای زن بچم و بعدش یه تیکه بزرگتر رو فروختم برای اینکه بتونم برای اونا کمک باشم. انسان وقتی نگاه میکنه، وقتی عکس‌ها رو برای ما میفرسته، عکس‌ها رو گریمون میگیره نگاه کنیم نازنینای من، ولی وقتی داره میگه اینا رو همه رو دارم میسازم، دارم اینجا رو سعی میکنم به صورت یه شهرک زیبا درست کنم که عزیزانمون بتونن راحت زندگی کنن، اون موقع انسان لذت میبره. واقعا انشاءالله شما عزیزانی که استادای عزیز خواهش کردن من اینو حتما عنوان کنم نازنینای من، که ازتون خواهش میکنم قبل از اینکه به گنجینه میخوای فکر کنی به دست بیاری، بشین پیش خدای خودت، پیش پروردگار خودت، در یک اتاق خودتو خلوت کن، فقط و فقط خدای خودت، وجدان خودتو بذار، ببین که وقتی به گنجینه دسترسی پیدا کنی راستی فقط میخوای چیکار کنی. اون موقع تصمیم بگی که سرمایه گذاری کنی، مطمئن باش برکتش هم نور الهی بهت میده، راه هم برات باز میشه، انشاءالله که میتونی هم سرمایه گذاری کنی. سپاسگزارم اگه به این حرفا لااقل گوش کرده باشین، خطی بگیریم با شما عزیزا باشیم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام و عرض خدمت شما. سلام نازنینم، حال شما خوبی نازنینم جونم؟ بفرمایید. امیدوارم شما خوب باشید. مینا فداتون بشم. منم خوبم شکر خدا، صد هزار مرتبه شکر. بله الهی شد. یه پیدا شده یه 26 سال و نیمه امروز داشتیم، صد هزار مرتبه شکر. آره تبریک عرضم خدمت مادرشون. قربونتون برم جانم. بفرمایید خانم. قربونتون برم. از ایران عزیزمون تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. بله به چه اسمی؟ دعا به نام زهرا، نام پدر رحمان و از معجزه‌های خود پنهان. پروانه خانم گفت همسرش حسن آقا ورشکست شد و گفتن از من خواست که همه چی رو بفروشیم و به ایران برگردیم. کارخونه مکانیکی داشتن و با این بدهکاری میگفتن که محل کار و خونه رو دولت ازشون میگیره. حسن آقا خانه رو فروختند و سرمایه گذاری کردن برای الماس. به لطف خداوند و دعای استادان گرامی به الماس دست یافتن. حسن آقا برای اینکه همسرش رو خوشحال کنه چیزی درباره سرمایه گذاری الماس نگفتن و به گفت که من تو رو به ایران برم، اما قبل از اون بریم آبشار نیاگارا گردش کنیم. من خانه یکی از دوستان رو گرفتم. فرمانه نزیز می گفت دیدم هرچه بچه ها سر صدا می کردن در اون خونه همسرم چیز نمی گفت و تعجب کردم که چطور خونه با این وسایل نو در اختیار ما گذاشتن. بعد از اون دو روز به دورنتو اومدن و در گرانترین خیابان در خانه ساکن شدن و بازم از آقا گفت دوستی که اون خونه رو در خیارمون گذاشته بود این خونه رو هم برای ما چند روزی داده. بله. و دو روز بعد خدیجه خانم مادر پروانه عزیز تماس گرفتن و از حسن آقا تشکر کردن که خانه براشون تهیه کردن. پروانه عزیز میگفت ما که خونه و کارخونمون از دست دادیم، چطوری اینو برای شما انجام دادن؟ و پروانه خانم وقتی شنیدن تشکر کردن از نور الهی و هفت استاد گرامی و گفتن کمک میکنن به بچه خیابانی. دقیقا سپاسگزارم از لطفت عزیزم. عبادت برای چی میخوای گلم؟ خدای مهربان برکت بیاره تو زندگیتون نازنینم. زنده باشی عزیزم. به خدا میسپارم تو. خدا رو یاری نگهدارتون باشه. لطف داری. جانم بفرمی. سلام عرض کردم. سلام از من مینای عزیزم. حال شما خوبی نازنینم؟ سلام دارم خدمت قربون شما برم. سلام دارم خدمت عزیزم که عزیز محترم. خانمم یه کمی واضح تر با ما صحبت کن خواهش میکنم.
کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران؟ بله. به چه اسمی؟ به نام محمد، نام پدر حمیدالله. از معجزه ها؟ از معجزات قدرت پنهان علیه‌های 21 سال از اصفهان بودن که نظام آزادکشی از کامیون ترد شده بودن به قتل نخواه شده بودن. بله. که به کمک نور الهی و اساتید محترم شفا گرفتن و یک آینه به سهیلا خانم که فلج بودن هدیه کرد. بله. خب سهیلا، به سهیلا هدیه کردی آینه؟ شما بفرمودی؟ تهیه کردم برای سهیلا خانم که فلج بود یه آینه تهیه کردم. تهیه کردم. بعد سهیلا کیش بود؟ فلج بود. خب فلج بود، ولی سهیلا کی علی شد بعدن؟ همسرش. بله. خب خانمم چرا حرفاتو واضح نمیزنی؟ خب چرا عبادتو واقعا واضح عنوان نمیکنی؟ بله، علی بعد اینکه شفای نور الهی رو گرفت، برای یه دختری که در پرورشگاه زندگی میکرد آینه تهیه کرد و اون هم شفا گرفت، ازدواج کرد. خانمم این خیلی راحت بود گفتنش، نه؟ خانمم هنوزم با ما راحت صحبت نمی کنی. منو ببخش. عبادت برای چی میخوای عزیزم؟ برای برکت کشایی نره عزیزم. خدای مهربان برکت بیاره تو زندگیت، ولی سعی کن به خودت کمک کنی نازنینم، سعی کن صحبت کنی، سعی کن این حق توه که بتونی راحت صحبت کنی. اینجور صحبت کردن و اینجا آدمی که سالم باشه عزیزم اینجوری صحبت نمی کنه نازنین من. خودتون بشم عزیز دلم، اجازه دارم یه شعرم بخونم؟ نه خانمم نمیخوام، خیلی طولش میدی. این ار فقط برای تو نیست، خواهر برادرای تو منتظرم. تو انقدر همیت به ما ندادی که یه مقداری صدا تو بیاری بالا، یه مقدار با انرژی صحبت کنی. خواهرم عزیزم، این عبادت برای تو انجام شدنش اصلا فایده نداره، تو خودتو عوض کن عزیزم. چشمت جانم، بفرمایید. سلام عرض کردم. با عرض سلام خدمت شما و هفت سلام خانم عزیزم. حال شما خوبی نازنینم؟ بفرمایید. شکر خدا من خوبم. از کشور عزیزم ایران تماس می‌گیرم. کشور عزیزم ایران؟ بله. به چه اسمی؟ به اسم مجده، نام پدر غلامرضا. ام معجزه ها بفرمایید، خواهش میکنم. برادر عزیزمون که در 8 سالگی اتفاق بدی براشون افتاده بود و این آقا به قدری مشکل عصبی پیدا کرده بودن که چندین بار دست خودکشی زده بودن. بله. و چندین بار هم به زندان رفته بود. بله. الو الو، قطع شدی عزیزم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. جانم بفرمایید. با نام خدا و با تشکر از بزرگ بانوی علم و ایمان و تقوا و راهنمای راستگویی و درستکاری بزرگ ملت ایران و ایثارگر از کشور عزیزم ایران، با عرض سلام و خسته نباشی خدمت شما خواهر عزیز و گرامی سیده و اولاد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، و همچنین سلام خدمت هفت نور الهی و بزرگوار و قدرتمند. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم، التماس دعا دارم به نام فرزانه. بله. نام مادر عزت. ام معجزه ها بردارم. از معجزات قدرت پنهان که ما شاءالله خدا رو شکر زیاده، دو معجزه بزرگ که اولیش رو هر دوتاش هم مردم علت ایران دیدن. یکیش در اول تابستان بارندگی بسیار شدیدی بود که بارید و من به چشم خودم در اصفهان در رودخانه زاینده رود اون آب رو دیدم. چند روز پیش هم که خدا رو شکر در رضاییه به قول امروزی ارومیه 12 ساعت به شکرانه دعای خدا و دعای اساتید محترم به شکرانه الهی بارندگی بارید و کمکی شد به دریاچه ارومیه که واقعا جای تشکر داره از اساتید محترم. سپاسگزاریم از لطف خداوند، سپاسگزاریم بی نهایت. من جای سپاسگزاری دارم از دست به خاطر شما که واقعا اینقدر زحمت بکشین و ما شرمنده شما هستیم. زنده باشین، خواهش میکنم. لطف پروردگار به همون هدیه میشه عزیزم، فقط التماسش میکنن استاد. خیلی ممنون. توکل به خدا، توکل به خدا، شکر باید کرد. عبادت برای عشق و عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت تو زندگی بهتون هدیه کنه. خدا یار و نگهدارتون. بارم مینا،
خواهرم مینا عزیز، اگه افتخاری بدین دست مبارکتونم بلند کنیم براشون، من تشکر میکنم. یک دنیا ممنون، دارم سپاسگزاری داره مجددا از شما و ذاتی تشکر میکنم. خدا میسپارمتون، خدا یار نگهدارتون. خدای مهربان سلامتی و آرامش و عشق و محبت رو تو زندگی بهت هدیه کن عزیزم نازنینم. انشالله تمام ملت من عشق و محبت تو زندگی هاشون باشه. جانم بفرمی. سلام عرض کردم. سلام مینا خانم. سلام عزیزم، حال شما خوبی نازنینم؟ بفرمی. سلام به شما از هست آسمانی. قربونتون برم، لطف. من از ایران عزیز میزنم. کشور عزیزم ایران. بله ایران. عبادت میخواستم به نام علی. بله. نام پدر حسین. نام پدر حسین. معجزه ها بفرمی، خواهش میکنم. آقا فرید از تبریز بیماری سر داشتم. بله. و سه دقیقه از دنیا میرم. بله. کمک نور الهی قدرت هفت استاد قدرتمند شفا میگیرم. بله. دیگه خانم اصلا خانم که نابینا بود با نور الهی، به کمک نور الهی و قدرت حق و سطح بزرگوار شفا میگیرم. مرسی عزیزم. عبادت برای چی میخواه؟ عشق و محبت. خدای مهربان عشق و محبت رو تو زندگی بهتون هدیه کنه. خدا یارو نگهدارتون. مینا خانم بی زحمت دستتون برام بیان کنین. چشم عزیزم. خدا یارو نگهدارتون. خدا حافظ. خدای مهربان عشق و محبت رو تو زندگی بهتون هدیه کنه. نازنینای من، عزیزای من، گلای من، باسم برای شما عزیزا عنوان کنیم که عبادت های 3 ساعته برای چه نوع خدایی نکرده مشکلاته. بله، مشکلات که در زندگی خدا کنه هیچ کدوماتون، پروردگار کمک کنه که هیچ کدوماتون مشکل نداشته باشین در زندگی نازنینای من. و مشکلات بزرگ خدایی نکرده مثل کسانی که عزیزم گرفتار طلسم سیاه یعنی همون جادو هستن و این نوع عبادت ها. از کجا میتونی متوجه بشی که خدایی نکرده جادو داری نازنینم؟ عزیزانمون اگه شخصی که تو زندگی برات جادو آورده باشن، تو هر کاری رو که میخوای مثال انجام بدی، همین که داری اقدام میکنی انگار که اون لحظه که میخواد تموم بشه برای تو مشکلی پیش میاد. مثال در نظر بگیر، ساده ترین مثال، شما میخوای بری یه ماشین بخری، امروز میری و تمام کارات انجام شده است و همون موقعی که میخوای بری اونو به اسم بزنی میبینی که اتفاقی افتاد، امروز افتاد برای فردا، فردا شد برای پس فردا. یا مسئله خونه میخوای بخری، چنین اتفاقی برات میفته. مسئله عروسی تو زندگی برای دخترت، برای پسرت میخواد عروسی پیش بیاد، میبینی همه چی به هم میخوره. نازنینای من، این یه دونه از نشونه هاییه که تازه تو زندگی تو مثال برای جادو آوردن. یا اینکه میخوای با عزیزی مثال همکار هستین، میخواین کاری رو شراکت با هم انجام بدین، میبینی که شخص بدون اینکه اصلا خدایی نکرده مشکلی یا اختلافی پیش اومده باشه، شخص میبینی منصرف میشه. عزیزم نازنینم، اینا همه میتونه نشونه هایی باشه از اینکه خدایی نکرده شاید برای تو زندگی جادو آوردن. جادو میتونه این چنین باشه که شما خدایی نکرده احساس میکنی که یک موقع هایی درد تو وجودت داری. در نظر بگیر که سردردایی برای تو میاد که انگار شخصی توی دستش رو گذاشته تو سر تو و داره مغز تو رو فشار میده. پیش پزشک میری و میری که کمک بگیری از دیگران، ولی متاسفانه میبینی که هیچ کمکی بهت نمیشه. یک موقع هایی به خودت تا حتی سعی میکنی آرام بخش بخوری، ولی آرام بخش نه بلکه به تو کمک نمیکنه، بلکه روزای دیگه تو اونو بیشتر احساس میکنی. امیدوارم اینا چیزایی باشه که شما متوجه باشین نازنینای من، و اگر خدایی نکرده این چنین تو به نظر میاد که این چنین باشی، سعی کنی برای خودت راهی رو انتخاب کنی. و یک موقعی میبینی که نازنینم میخوای چیزی رو به شخصی بگی، برای یک لحظه انگار تمام مغز تو، انگار که تمام حافظه تو خالی شده، هیچ چیزی به یادت نمیاد، دوباره تو برمیگرده یاداوری بهت.
ولی برای یک لحظه میبینی تمام چیزایی که تو مغز توه، تو اصلا انگار بلا تکلیف موندی، هیچ کاری نمیتونی بکنی. اینا مال موقعیه که خدا اینی کرده تو جادویی داری تو زندگیت که ولی طولانی مدته. برای کسی که عزیزم گرفتار طلسم سیاه یا همون جادو هست، چه چیزی لازم هست براش عزیزم؟ آینه قدی 100 ساله میخوایم که آینه قدی رو نازنینای من از هیچ کسی قبول نمی کنن. آینه قدی 100 ساله رو اینجا مسئول داریم عزیزانمون. 8 تا از عزیزا زحمت میکشن، همیشه پای اینترنت ها هستن و کشور به کشور در ارتباط هستن که بتونن آینه قدی رو برای شما عزیزا پیدا کنن و آینه قدی رو با هزینه شما خریداری میکنیم، چون قدرت پنهان نازنینم این بودجه رو نداره که براتون آینه بخره. آینه زمانی شما لازم داری که اگر خدا آینه کرده گم شده داری، اگر خدا آینه کرده نازنینم مثل خانم مرواری که برای فرزندش، برای برادر عزیزمون حسن که 26 سال و نیم عزیزای من خبر ازش نداشته، در زندان بوده فرزند عزیزش، نازنینای من با عبادت‌های 3 ساعته تونست فرزندشو نور الهی دوباره بهش هدیه بده. بس نازنینای من، گلای من، امیدوارم که متوجه باشین نشونه از شما عزیزا میخواین. یک موقعی میبینی داشتن جادو روی ازدواجای فرزندا اثر میذاره. میبینی عزیزانمون متاسفانه سالها گذشت، 40 شد و 45 سال شد و متاسفانه میبینی خیلی هاشون، عزیزای من، ما عزیزانی رو داشتیم که مثال بعد 60 سال 65 سال تازه آینه براشون برای خودشون تهیه میکنن. میگیم بله، دلیل این که شما ازدواج نکرده بودین مسئله جادو بود. شما در نظر بگیرین اولین حرفی که میزنن میگن ای کاش اون زمان میتونستیم بفهمیم علم و عبادت، ای کاش اون موقع بود، لااقل جوونیامون هدر نمیشد. نازنینای من، گلای من، بس امیدوارم که متوجه باشید، بدونید عزیزم، و نشونه هایی که برای انسان جادو به وجود میاره، میتونه انسان خدا اینه کرده ازدواج بکنه به فرزند نشه، میتونه خدا اینه کرده باعث این بشه که سقط جنینای پشت سر هم داشته باشیم، و میتونه باعث این باشه که خدا اینه کرده فرزندان به طرف مواد مخدر برن، به طرف خطاهای دیگه برن نازنینای من، که لازم نیست انسان به زبون بیاره نازنینم. و ممکنه که خدا اینه کرده سر از زندان در بیارن، پاپوش و گرفتاری براشون درست بشه. بس امیدوارم اینو متوجه باشین و از من سوال میکنین چه جوری میتونیم مواظب باشیم تو زندگیامون، آیا اصلا جادو داریم یا نه، یا چیزه تو زندگیامون جادو نیارن. نازنینم عزیزم، اگر تو میخوای متوجه بشی جادو تو زندگی داری یا نه، سنگ نور به تو کمک میکنه. با داشتن سنگ نور تو متوجه میشی وقتی برای تو جادویی رو میارن، نازنینم، رنگ سنگ نور عوض میشه. سنگ نور که برای شما میفرستیم، یک دونه از سنگ نور را میمونه در جایی که مال مسئول قدرت پنهانه، همه دقیقه اونجا خواب وجود نداره، اگه گروهی هم بخوابن گروه دیگه ای بیدارن و سنگ نورا چک میشه. عزیزای من، اگر خدا اینه کرده برای یک نفر که سنگ نور داره خطری به وجود بیاد، سریع اقدام میکنن نازنینای من. بس امیدوارم که فایده سنگ نور رو بدونی. شما در نظر بگیرین چه عزیزانی رو که سنگ نور داشتن تو خونهشون جادو آوردن، بلافاصله از طریق نور الهی، از طریق لطف پروردگار قدرت پنهان متوجه شد و زندگیاشون رو نجات داد. البته زندگی رو خدای مهربان نجات داد، ولی نازنینم باید وسیله باشه که بتونن اقدام کنن. انشاءالله شما عزیزای من متوجه باشین و برای اینکه خدا اینی کرده بخت عزیزای ما رو نبندن و عزیزانمون بتونن معمولاً ازدواجای معمولی داشته باشن بدون اینکه دیگران براشون حرکت زشتی انجام داده باشه،
نازنینای من، خیلیاتون هستین سوال میکنین. بله، سنگ نور میتونه به شما کمک کنه که آیا بختت بسته یا نه. عزیزای من، گلای من، جادو میتونه برای انسان متاسفانه این چنین کنه که در خانواده شخصی سکته کنه و میتونه جادو، خدای نکرده، باعث بشه که عزیزان ما در جاده ها بر اثر تصادف از بین برن. انشالله که خدای مهربان، پروردگار کمکتون باشه که هیچ کسی تو زندگی براتون جادو نیاره. نازنینای من، گلای من، به من میگن که ما بریم و برگردیم و در خدمت شما عزیزا باشیم. با اجازتون.